نشست علمی روزانه آیت الله لزما سی صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 24 شعبان 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله لزما شیرازی در رابطه با حکم طلاق زنی که در منزل از رفتار و اخلاق شوهرش در اذیت است از فرمودند این مسئله در عروت الوسخا و توسط جماعت دیگری از فقها ها هم ذکر شده که اگر مرد معاشرت به معروف ندارد ولو نفقه پرداخت می کند اما مثلا همسرش را کتک می در چنین شرایطی اگر زن درخواست طلاق کند در ابتدای هم به شوهر گفته می شود که همسرش را طلاق بدهد اما اگر شوهر همسرش را طلاق نداد طبق نظر جماعتی از فقها از باب در زندگانی با زنان انصاف رفتار نمایید که در آیه 19 سوره نسا مورد اشاره قرار گرفته حاکم شهر به او اجازه طلاق خواهد داد و من هم برداشتم همین است معظم الله در رابطه ی حکم شرعی اجرت کار زن در منزل فرمودن ادای بعد از عمل اگر خلاف ظاهر باشد اعتبار ندارد چون عادتا زنها در خانه شوهر با نیت تبرع و بدون چشم داشت کار انجام می دهند و معمولا به قصد دریافت اجرت در خانه کار نمی کنند لذا اگر زن پس از مدت ها به دلیل به وجود آمدن اختلاف با شوهرش تقاضای اجرت نمود این درخواست معتبر نیست اما اگر از ابتدا زن به قصد اجرت در خانه کار انجام می دهد شوهر باید اجرت او را بدهد لذا هر ادعای پس از عمل اگر خلاف ظاهر باشد معتبر نیست اما اگر زن با بنیه با ثابت کرد و یا شوهر باور کرد که زن حقیقت را میگوید و از ابتدا نیت اجرت برای کار کردن در خانه را داشته باید به او بپردازد در غیر این صورت پرداخت اجرت لازم نیست ایشان در رابطه با آنچه که امروزه به عنوان اجرت المست در دادگاه ها انجام می شود فرمودند آنچه که به عنوان اجرت تعیین می شود هیچ اعتبار شرعی ندارد و این گونه قوانین نظیر قانون هایی است که در غرب انجام می شود و متاسفانه در کشورهای اسلامی هم با تغییراتی در حال انجام است وگرنه از لحاظ شرعی اعتبار ندارد مگر آنکه توافقی باشد که در این صورت اشکال ندارد آیت الله عظمی شیرازی با تاکید بر لزوم عادل بودن دو شاهد در طلاق فرمودند شرط شاهد برای طلاق عادل بودن است مگر آنکه بر اساس اصل صحت اگر امر طلاق به یک مؤمن سپرده شد و او بگوید که برای طلاق از دو شاهد عادل استفاده کرده که این امر برای ما کافی است مگر آنکه بدانیم که او اشتباه کرده و آن دو نفر عادل نبودند که در این صورت طلاق باطل است معظم الله در رابطه با طلاق هایی که توسط دفترخانه ها با حضور دو شاهد و بدون اثبات عدالت آنها صورت میگیرد گیرد فرمودند وجود تنها دو شاهد برای طلاق کفایت نمی کند و عادل بودن دو شاهد ضروری است و اصل صحت در چنین مواردی جاری نمی شود چرا که موضوع صحت شک است و در آیه دوم سوره طلاق آمده و نیز بر طلاق آنها دو مرد عادل شاهد بگیرید و شما شاهدان نیز برای خدا شهادت را برپا کنید. بنابراین تنها دو شاهد کافی نیست. با هم فرمایشات آیت الله علیه و الله و بشنویم این طلاق طلاق المشروط و و عدم نه طلاق نیست نیست حضرت یکی از معصومین علیه السلام یکی از بزرگان عامه فرمودن خدا در راجب طلاق تو قرآن گفته شاهد راجب نکاح نگفته شاهد به اون که از علمای عامه بود گفتن شما در نکاح شاهد میگید در طلاق نمیگید شاهد چی؟ باطل هبر رو هر جهت باشه چی؟ دو که طلاق آه. شده آه. این ایتا... نه نفقه مقابل تمکینه به تمکینه پس وقتی که تمکین نبوده نفقه نیست بله این تل... این زوجه هست اما شبه هست اسمش تمام مصادیق شبهه حکم عقد صحیح را داره یعنی اگر بچه ای شد اگه چیزی شد این حکم عقد صحیح را داره فقط اما اسمش شبه هست وقتی که نمیدونن اسمش شبه میشه